سلام و عرض ادب خدمت شما دانش آموزان گرامی. به آکادمی آنلاین LELB سوسایتی خوش آمدین. بنده محمد حسین حریری عزل درس ششم از انگلیسی پایه هشتم رو در این درس به شما درس خواهم داد. امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره و این درس به ویژه برای دانش آموزان با مشکل کم بینایی در واقع تهیه شده. خب در اصل من برای یوتیوب چنلم با نزدیک 2000 سابسکرایبر این درس رو تهیه کردم، ولی توی آپارات هم قرار میدم، توی آپارات چنل، و همچنین کسایی که در اینستاگرام ما رو فالو میکنن، در واقع به تازگی من در اینستاگرام قرار میدم دروس پایه هفتم، تمام پایه هفتم و همچنین دروس پایه هشتم قبلی ها قبل از این رو در یوتیوب چنل و وبسایتمون میتونید ببینید و درست به شکل طبقه بندی شده و پلیلیست و آلبوم وجود داره در کتگوری های در واقع مجزا. و این کار رو هم حالا من هفته یه درس تدریس میکنم و تا آخر پیش خواهم رفت. Lesson 6 درس 6 My Village ده ویلج یعنی ده روستا، ده من، روستای من. Conversation مکالمه. Listen to Sam and Hamid talking about the village. به حمید و سم گوش بدید که در مورد یک ده دارن صحبت میکنن. دهش اسمش قزل قلعه است. اوکی. طبق معمول من اول میخونم، به تلفظ دقت بکنید. سم: Where are you from, Hamid? قزل قلعه. Where is it? It's a village in West Azerbaijan near the city of Khoi. What's it like? What's it like? It's a mountain village with many trees and flowers. It's famous for its sunflower fields. What's the people's job? They work on farms and raise animals. What about the weather? There is a lot of wind in summer, fall, and winter. It's very cold from Aban to Farvardin. And در آخر سم میگه, it sounds to be a very interesting place. Okay. برمیگردم و نکاتش رو با جزئیات به شما میگم. همونطور که گفتم بین سم و حمید هست. سم میگه Where are you from, حمید؟ Where are you from؟ یعنی کجایی هستی؟ از کجا هستی؟ هر واقع میخواد هومتاون یا زادگاهش رو بدونه. حمید میتونید بگین Where do you come from؟ Where do you come from؟ حمید میگه قزل قلعه. پس اصالتاً از قزل قلعه است. سم میگه Where is it؟ کجاست؟ یعنی قزل قلعه کجاست؟ It's a village، یک دهه، in West Azerbaijan، در آذربایجان غربی. West Azerbaijan، چون East Azerbaijan هم داریم که میشه شرقی. Near the city of Khoi، نزدیک شهر خوی. دقت داشته باشید در انگلیسی خوی حرف خ نداریم، یعنی صدای خ نداریم، پس معمولا میگن کوی، ولی خب ما که میتونیم بگیم، چرا که نگیم خوی. اوکی، مشکلی نیست. What's it like؟ چه شکلیه؟ بذاریم سفر بیارم بالا. اوکی، What's it like؟ It's a mountain village، یعنی یک دهه کوهستانیه. With many trees، با درختان زیاد. دقت داشته باشید اینو اشتباهاً نگید
trees بین ت و ر چیزی نیست and flowers و گل‌های زیاد. It's famous for its flower fields. دقت داشته باشین اینجا ما دو تا its داریم. اولیش its با آپاستروفیه که در واقع میخواد contraction یا مخفف هستش و دومی its a possession یا مالکیته. این دوتا یکی نیست. در این نکته مهمیه که خیلی حتی کسایی که انگلیسی قوی هم در واقع ادعا میکنن که بلدن نمیدونن، پس اینو در واقع در نظر داشته باشین. its اول contraction یعنی مخفف، it is بوده به هم چسبیده شده، its دوم possession مالکیت. So it's famous for یعنی معروف برای، famous for its sunflower fields، معروف به خاطر مزارع گل آفتابگردانش. پس این در واقع مزرعه ها یا فارم ها یا به قول معروف دشت های پر از گل آفتابگردانش. What's the people's job؟ یعنی مردم کارشون چیه؟ People's job، کار مردم چیه؟ اوکی، این هم همونطور که گفتم possession رو میخواد نشون بده، مالکیت، possession. They work on farms and raise animals. They، این برمیگرده به مردم. They work on farms، روی مزارع کار میکنند، and raise animals یعنی حیوانات رو پرورش میدند. They are farmers، میتونید بگین farmers. اوکی. What about the weather؟ هوا چطوره؟ Climate، weather. There is a lot of wind in summer, fall and winter. There is، وجود دارد، a lot of، مقدار زیادی، wind، باد در summer. اینجا فصول یا فصل ها رو داره میگه. Summer، تابستان، fall، آمریکایی آتم هست به معنی پاییز، and winter، زمستان. خب من اینجا گفتم بهار رو اینجا نیورده. خب spring، spring به معنی بهار، season یعنی فصل، season، و autumn autumn که انش تلفظ نمیشه به معنی پاییزه که همون فال هست. اوکی. It's very cold from آبان to فروردین. خیلی خیلی خنکه، یعنی سرده. سرد، خنک نه، خنک میشه cool. خیلی سرد، it's cold from آبان to فروردین، از آبان تا فروردین که از در واقع وسط پاییز تا اول بهار. It sounds to be a very interesting place. Sounds یعنی به نظر میاد. Seem، S-E-E-M، appear، A-P-P-E-A-R، به نظر میاد که باشه، to be a very interesting place، یک جایی بسیار جذاب و جالبی باشه، یک محیط در واقع، یک شهر جالبی باشه، جای خوبی باشه برای دیدن. خب میتونید ویدیو رو به عقب برگردونید و در واقع دوباره به توضیحات من دقت کنید. بریم صفحه بعد. Practice 1 talking about a place 1. Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. خب. What is قزلقلعه like؟ ببینید اینا WH question هستن. WH question عباراتی هستن که معمولاً با WH شروع میشن و عبارات سوالی هستند. یعنی قزلقلعه چه شکلیه؟ It's a mountain village. یک ده در واقع کوهستانیه. حالا اینجا در واقع yes or no question هست. میگه که Is it near the city؟ جوابش yes یا no. جواب بالا نمیتونه، این جواب اینجا نمیتونه yes or no باشه.
اما جواب این یه سور نوه، بهش میگن یه سور نو کوشن. خب ساختارش هم اینجوریه که WH question نداره اولش، دقت داشته باشی. Is it near the city? Yes or no? Yes, it is. No, it isn't. یا it's not. جوابش yes or no. اینجا short answer هست. What is it famous for? What is it famous for? این WH question. دیگه yes or no نیست. It's famous for its sunflower fields. خب اینا تکراری هستن، یعنی معروف به خاطر مزارع گل آفتابگردان. What's the people's job? کار مردم چیه؟ What is the people's job? این اس آپاستروفه، آپاستروفیه که در واقع آپاستروفی برای پوزیشن مالکیت هست، یعنی کار مردم چیه اونجا؟ They work on farms and raise animals. خب اینا تکراریه، من در واقع روی مزارع کار میکنن و حیوانات رو پرورش میدن. منظور از حیوانات اینجا کتل یا احشام هست، مثل گاو، گوسفند و دامدار هستن به قول معروف. Practice 2. Talking about a place 2. Listen to the examples, then ask and answer with a friend. خب Are there any fields? Are there, is there, اینا رو در درس قبلی یاد گرفتیم که برای یه نشون دادن این که چه چیز وجود داره، آیا وجود داره یا وجود به شکل پرسشی یا به شکل خبری. آیا وجود دارد، وجود دارند مزارع؟ Any, هیچ مزرعی وجود دارد؟ Yes, there are. Short answer, short answer در واقع یک جواب کوتاه. Is there a river? آیا یک رودخونه وجود دارد؟ No, there isn't. نه، وجود ندارد. اگه وجود داشت میگفت Yes, there is. Is there a mountain? آیا یک کوه وجود دارد؟ Yes, there is. Short answer. Are there many people in the village? آیا مردمان زیادی در ده هستند؟ No, there aren't. نه، نیستند. وجود ندارد. Okay. Practice 3. Talking about the weather and seasons. Weather, آب و هوا. Seasons, فصلها. Listen to the examples, then ask and answer with a friend. What's the weather like in قزلقلعه؟ WH question. What's مخفف what is. What's the weather like؟ یعنی آب و هوا چطوریه، چه شکلیه در قزلقلعه؟ It's windy, body. اینا صفاتی هستن که باید بدونید در ارتباط با هوا. Sunny, آفتابی. Rainy, بارانی. Snowy, برفی. In summer, در تابستان. What about the weather? در مورد آب و هوا چطور؟ در مورد هوا چطور؟ It's hot. خیلی گرمه، داغه. Cold. سرد. Warm. گرمی که temperature یا دما کمتر از خاطر. Hot از warm شدیدتر دماش. دقت داشته باشین. Hot داغه دیگه. Cold. سرده. Warm گرم. Wet. Humid میتونید بگین یعنی خیلی شرجی یا مرطوب، خیس. معمولا humid میگن HUMID or dry یعنی خشک. اوکی. خب این قسمت رو خوندم. Is it cold in winter؟ این به شکل سوالی هستش که yes or no question، جوابش یا yes یا no. Is it cold in winter؟ آیا it، دقت داشته باشین اینجا it برمیگرده به هوا، weather. میگن که اوکی، آیا خنکه یا سرده؟ سرده.
خنک همونجور گفتم میشه کول، چون من آب و هوای خنک رو دوست دارم، در واقع همش به ذهنم میاد. اما cold یعنی سرده. Is it cold in winter؟ آیا در زمستان هوا سرده؟ Yes it is. بله هست. No it's not. یا it isn't. نه سرد نیست. به شکل خلاصه میگن و short answer یا جواب کوتاه که خیلی رایجه در انگلیسی. Is there much rain in spring؟ آیا وجود دارد باران زیادی در بهار، یعنی آیا در بهار باران زیادی میبارد؟ گفته much rain نگفته many rain، به خاطر اینکه rain uncountable هست، یعنی غیر قابل شمارش، نمیشه شمارد، به خاطر همین باز در واقع much استفاده میشه، نمیشه بگی is there many. Yes there is. No there isn't. بازم short answer. خب میریم صفحه بعد. فوتو دیکشنری. فیلد یعنی مزرعه. تریز درختان. فلاورز گلها. ماونتن یا ماونتن یعنی کوه. ا ریور رودخانه. ا پلاو یعنی گاواهن که باهاش شخم میزنن به قول معروف. و اوکی کتل یعنی احشام چارپایان. تراکتور تراکتور تراکتور. اوکی میرسیم به صفحه بعدی. spelling and pronunciation هجی کردن و تلفظ. Listen to the conversation between a student and her English teacher. گوش بدید به مکالمه بین یک دانش آموز و معلم انگلیسیش. خب. Student. Okay. Can you help me, madam? آیا میتونید به من کمک کنید؟ مادم، مادم خانم. دقت داشته باشید که برای مؤدبانه پل ادرس کردن این مخاطب قرار دادن یک خانوم، در واقع از کلمه مدم استفاده میکنن. همونجا که گفتم addressing a woman politely یعنی برای ادرس یعنی مخاطب قرار دادن یک خانوم به شکل مؤدبانه. خب اینجا به جای اینکه تیچر بگه تیچر تیچر که خیلی جالب نیست اگه زیاد ازش استفاده بکنید سر کلاس، میتونید اگر خان معلمتون آقا باشه بگین excuse me sir، اگر خانم باشه میتونید بگین excuse me madam، که خیلی مؤدبانه است و خیلی زیباست. teacher yes what's the problem. teacher میگه بله مشکل چیه. student how do you say th؟ یعنی چطور میگید TH رو تلفظ میکنید مخصوصا. Is it the same in all words؟ Is it the same؟ آیا همیشه in all words در همه کلمات و واژگان یکیه یکسانه؟ The same یعنی یکسان، یعنی یه جور تلفظ میشه. Teacher No It's sometimes different. It's برمیگرده به همون تلفظ TH، در واقع بعضی وقتها متفاوته. Sometimes different بعضی وقتها متفاوته. Different متفاوت. خب Student Can you give me some examples؟ میتونید لطفاً به من، لطفاً که نداره، میتونید به من چند تا مثال بگید، مثال بزنید. Example Teacher Yes In there This and they It is the. دقت داشته باشه این نکته مهمیه. The در واقع یک صدای ویز به قول معروف buzzing sound که اگه گوشتون رو بگیرین متوجه میشین که در درون در واقع سرتون یه صدای ز مثل زنبور بهش میگن باز وجود داره. پس فرق داره. مثلا اینجا there
This, they. It is there. In north, south, thank, and three, it is the. که اینجا دیگه در واقع باز نداره، یعنی اصطلاحا بهش میگن voiceless تو اصطلاحات زبانشناسی، voiceless هست، اما اینجا voiced هستش. پس در نتیجه اینجا اگر گوشتون رو بگیرین یا اینکه انگشت سبابتون رو بذارین روی Adam apple، یعنی جلوی گلوتون، و بگین هیچ لرزش یا vibrationی وجود نداره، اما وقتی در قسمت بالا the این vibration وجود داره، بگین دستتون رو بذارین روی سیب گلو Adam apple بذارین، ببینید که میلرزه. این دوتا راه هستش که میتونید از این طریق در واقع تفاوت بین ذ و ث رو متوجه بشین. یکی اینکه گوشاتون رو بگیرین و در واقع ببینید در درون سرتون صدای ویز یا باز رو حس میکنید، یکی دیگه در واقع دستتون رو بذارید روی انگشت سبابه رو بذارین روی اصطلاحا بهش میگه Adam's apple، و اگر لرزش داشت اون در واقع ذه هست، اگر نداشت ثه هست. اوکی، نورث که شمال، ساوث جنوب، thank تشکر کردن، three سه عدد سه. خب اینجا میگه thank you، پس این در واقع voiceless هست، یادتون باشه هیچ بازینگ نداره. خب حالا اینجا میگه که can you say and write some other words with th، که من از قبل براتون نوشتم اینها voiceless هستند. think، both، 13، earth، month، tooth که جمعش teeth هست. خب think فکر کردن، both جفت هر دوتا، 13 13، earth زمین، month ماه، ماه به معنی سی روز، tooth دندان، teeth دندان ها. حالا این هایی که voiced هستن، یعنی این که صدای بازینگ دارن، the breathe نفس کشیدن، these جمع this یعنی اینها، those جمع that یعنی آنها، them آنها که در واقع نقش مفعولی داره. خب بریم صفحه بعد. Listening and writing، گوش دادن و نوشتن. Listen to the conversations and fill out the table below، گوش بدید به مکالمات و پر بکنید جدول زیر را. مکالمه ای که آدیو بوک وجود نداره، من فقط conversations، مکالمه ها. What is it like، چه شکلیه؟ What's the weather like، هوا چطوره، هوا چه شکلیه، چه جوریه. Reading، speaking and writing، خواندن، صحبت کردن و نوشتن. Pair work، کار گروهی، کار دوتایی، جفت به جفت. Student A، look at the card on page 65، نگاه بکنید به کارت که در صفحه 65، and answer student B's questions، و به student B، سوالهای student B پاسخ بدین. student B میگه در واقع باید چه کار کنه. Look at the card on page 93 and answer student A's questions، نگاه بکنید به کارتی که در صفحه 93 هست و به سوالهای student اول پاسخ بدین. Okay, ask and answer about the place and fill out the cards. Can you guess the name of the place؟ بپرسید و پاسخ بدید در مورد place، در مورد اونجا، مکان، and fill out، کامل بکنید the cards، کارت ها رو کامل بکنید. Can you guess، guess یعنی حدس زدن، حدس بزنید. Can you guess the name of the place، میتونید در واقع اسم
اون شهر رو حدس بزنید، اون مکان رو حدس بزنید. رول پلی، نقش بازی کردن. پیر ورک، کار گروهی که به شکل دوتایی است، دو نفره. خب گروپ ورک میشه کار گروهی. ستیدنت ای، ایمجن یو آر ا توریست، فرض کنید که شما یک توریست هستید. Think of some questions and ask your classmate about a village. فکر کنید در ارتباط با چند سوال، یعنی چند سوال رو روش فکر کنید از قبل، به طرحش بکنید. And ask your classmate، و از کلاسمیتتون، هم کلاسیتون، در مورد یک شهر، یک ویلج، یعنی روستا، ده، در مورد یک روستا ازش بپرسید. یعنی چند تا سوال از قبل آماده بکنید و از هم کلاسیتون در مورد اون ده در واقع بپرسید. Student B، Think of some information، فکر بکنید در مورد چند مقداری اطلاعات. یادتون باشه information جمع بسته نمیشه، نمیتونیم بگیم informations. About the village، در مورد اون دهی که توریسته میخواد از شما بپرسه. And answer your classmates' questions، و جواب بدید به در واقع سوالهای کمکلاسیتون که فرزن در واقع توریست هستش. Then change roles، سپس رولا رو تغییر بدین و عوض کنید رولا رو. Okay. خب ما میرسیم به پایان درس 6. امیدوارم که این درس براتون مفید بوده باشه. دقت داشته باشید که میتونید سوالهای خود رو در واقع در داخل وبسایت و یا یوتیوب چنلمون و یا آپارات مطرح بکنید که در واقع من به اونها پاسخ خواهم داد. متشکرم و تا در